رهبری جنگ علیه بنیادگرایی اسلامی بر عهده زنان است و زنان چهره تغییر در ایران خواهند بود. نیویورک پست به قلم لیندا چاوز. لیندا چاوز مدیر پیشین روابط عمومی کاخ سفید طی مقاله‌ای نوشت: هفته پیش در پاریس من به یک گروه زنان برجسته پیوستم. آهنگ و محتوای کنفرانس در مورد رهبری زنان علیه بنیادگرایی اسلامی سخنرانانی را گرد هم آورده بود، از جمله نخست وزیر پیشین کانادا کیم کمبل، رئیس پیشین پارلمان آلمان ریتا زوسموت، مبارز ضد نژاد پرستی از آفریقای جنوبی نون تومبی ناومی تیتو و ماریان پل، ژورنالیست فرانسوی همسر دانیال پل، خبرنگاری که توسط بنیادگرایان روبوده شد و به قتل رسید. در این کنفرانس مریم رجبی، رئیس جمهور برگزیده شورای ملی مقاومت ایران، زن ستیزی وحشیانه ملایان را با برشمردن اعمال آنها توصیف کرد. اما پیام رجبی پیام ناامیدکننده‌ای نبود. او گفت: زنان ایرانی و تمامی زنان در منطقه باید با امید حرکت کنند و از خشم خود برای ایجاد تغییر انگیزه بگیرند. این همان پیامی است که نون تومبی توتو داد و گفت: چه فرصتی برای این رژیم هست وقتی که زنان جوانی در ایران هستند که اعتراضات را در دانشگاه‌ها هدایت می‌کنند و اپوزیسیون توسط یک زن به نام خانم رجوی رهبری می‌شود. این رژیم هیچ فرصتی ندارد. خانم ماریان پل نیز در مورد مقاومت به زبان خودش صحبت کرد و گفت: زنان معمولی دارای قلبی قوی هستند و آنها می توانند تروریسم را مغلوب کنند و آنها می دانند که ما انتخابی به جز پیروز شدن در آن نبرد نداریم. زنان بیش از نیمی از جمعیت ایران را تشکیل می دهند. ملایان ممکن است تلاش کنند که آنان را ساکت کنند، آنان را از حقوقشان محروم کنند و حتی بچه هایشان را از آنها بگیرند، اما زنان چهره تغییر در ایران خواهند بود و زمان آن است که مبارزان حقوق زنان در غرب در کنار آنان در جنگ علیه اسلام بنیادگرا بیستند.